تو وقتی که یه کریر رو داری تازه شروع میکنی اول باید یک کاتالوگ درست بسیم. بکنی تو رو به اسم علیز بشناسم و یعنی خب میشه همون فاز فیت پولی حالا شاید هم پول ندی ولی جدیدا خیلی دوست دارم <تصفح> کسی رو ببرم <تصفح> <تصفح> پت پد باش میتونم چیکار میتونه خوب باشه میتونه خوب باشه اصلا حال میکنی با چی <فتی> کار میخوای بکنی نه میکس مستر داره نه بیتش مثلا بیت پرودوسر خاصیه بیتش دانلودیه خودم شاید هفته ای دو سه بار گوش هر وقت فکر میکنی واقعا بوده ای آزمایشگاه علیز رو دیدیم و الان پیشمونه اومدیم با هم یه گپی بزنیم فقط قبلش لایک کردی ساب کن ساب کردید کامنت بذار هر کاری میتونی بکن خلاصه همین دیگه علیز رو داریم سلام چه خبر خوبین عشق من آزمایشگاه با آنی بود مرسی عشق هست آزمایشگاه خاص تر و تمیز. چه خبر چای کار چی میکنی برنامه چیه برنامه خاصی ندارم کار میکنم میاد بیرون دیگه. یعنی فعلا همینطوری سینگل آره فعلا سینگل نه امسال که نه فعلا تا چند ماه آینده الان چند تا ترک ریلیز شده داری که آفیشال ریلیز شده آه. هفت هشت تا کلا ده تا نشده مطمئن نه. آره آه. دو رقمی نشده آره هفت هشت تا فکر کنم بگی خوبی گره. آره آره راضی هم خودم یعنی آره. فکر نمی اینقدر زود حالا نمیگم خیلی جای خفنی اولی ولی همین جا شام یه دیگه استاپ آره. که نباید بکنید دیگه آره آره, آره دیگه نه؟ چه دیگه دو قیالوسه دیگه آره وقت تموم و رسالت آزمایشگاه همینه که توی این نقطه آرتیست که خودشون رو نشون دادن با تعداد کارهای کم دعوت بشن و همون دیگه وقتی با این تعداد کار تونسته این, این ریسپکت رو داشته باشه اشتباهه. اوکی. ولی تو حرفات دیدین با اون قبلش صحبت می‌کردی گفتی که خیلی اهل این که مثلا پلن چینی دقیقا چیکار می‌کنه. میری دلی تو. آره. وسط بعد کلاً چیزام یعنی اینجوری نیست الان 10 تا موکتام اومدم داشته باشم. هر چی آماده میکنم میدم بیرون دیال حالا مثلا ممکنه یه کاری 15 روز هم 20 روزم حتی زمان ببره ازم میگیری چی میگم الان اینجوری نیست که برنامه 6 ماهه آیندهمو داشته باشم تو گوشی می نویسی یا رو کاغذ رو کاغذ بعد میارم تو گوشی آفر. بعد دیگه درود حفظش شرفت و... آفر. چی بعد دیگه حفظش می‌کنی. آره حفظش نمی‌کنم. مثل شعر مدرسه همینجوری چند بار میخوام حفظ میشه دیگه یه قرب رکورد داره دیگه آره بعضی وقتا هم تو بگم 82 مرداد چاکرم بله مثل زده واقعی ده دیگه آره دیگه آقا <تصفح> <تصفح> <مقارق> اسپرم که دیگه آپدیت آپدیت نمیاد که مثلا نوتیف بیاد رو کمره دلیلا بهترن دلیلا اینجوری آره و تو این آهنگساز این آزمایشگاه هم من خیلی دوست دارم وایجه آره خیلی کارش باحاله خیلی باحاله اولین پروژه تصویریت بود فکر کنم آره آره اولین پروژه تصویریم ولی خب کلیپ و دیگه باید صفر بدی دیگه آره مصاحبه داشتم هم. ولی اولین پروژه راست آره آره, آره. موز... خودت اصلا اینو ای دو... اون ویدیو کلیپ حساب نمیشه آزمایشگاه چرا اجرای دیگه پیمان داره چپ چپ نگاه میکنه ویدیو کلیپ آره فزن... حساب آره. میشه نمیشه <laughs> بسنده هم کرد بعد باعت... نه من جواب میدم که ویدیو هست آره الان که دیدیم ویدیوم تصویر دیگه بیشتر آره عشق است دمتون گرم که اومدی آزمایشگاه شما تمام نشده تمام نشده وای چرا خدافزی میکنه تازه سوال سوالا مونده دوستای عزیز این پشت صحنه هستن که زیادن دیگه دم همشون گرم ولی امینم اینجا پیشمونه امین تیجی و مهمون آزمایشگاه ما دیدیم که فست دو که اومده آزمایشگاه صحبتی با هم نکردیم چرا حالا اتفاقا جز یه ترین آزمایشگاه هم بوده آزمایشگاه فصل دو آغاز جایی بود که ما دیگه زیر زمین واقعی رو فروختیم و یا آره اوکی بچه ها میریم برمیگردیم امین میاد پیشمون با هم صحبت میکنیم ای امین تی اومد پیشمون دوربین صحبت سلام. امین. بعد از مدت آزمایش نداری فکتی <applause> اکتین زیاد آزمشگاه تی و اگه ندیدید هم میذاریم این بالا میتونید ببینید قطعا دیدین الاته دیگه چند وقت میگذره؟ کنم یه سال و نیمه پیش بود آره. نیم. چمخ... چه خبر همین کار میکنی؟ چی میگذرونیم؟ الان در چه پروژه هستی؟ در چه حالی؟ الان تازه از پروژم با پایا فیتم با پایا در اومدیم موزیک ویدیوش دیگه تموم شد احتمالا این اپیزود میاد دیگه اون اومده فکر کنم سر در فکر کمتر از شش روز شیش روز بعد اون دیفو. چه پلنایی داری حالا هر چقدر که میچره بگو دارم پنج 6 تا سینگل دارم یعنی فیت ندارم ام... که خیلی قوی یعنی خودم خیلی دوست دارم حساب میکنم اونا رو بدم میخوام حالا دیگه کم کم دیفو دیفو هم که پیشمونه اشخاص اشخاص آقا بچه های دوزده و بچه های پشت سحنه که همیشه دارن همه قسمت ها به ما کمک میکنن خب علی حالا بریم سراغ سوالامون که از جفتتون میپرسم جفتتون مستقل جواباتون رو بدید آخه همه خیلی چیله اصلا دیزنیستش. آره. نیستش okay بعد میشه. اون همه دعوا اون اپیزود همه بحث کردن خب آقا د... ببین فقط یه ماه ب... بحثی بود که اسلحه گازیه گازی نیست بحث این بود بشت. یه ماه بلن... باشه هر چی باشه اصلا قرار خیلی بامزه بود از اون خیلی باید با احتیاط تر حرف بزن آدم این موضوع ولی... درصد نگاه کنید حال کنید علی الان نمیدونم دقیقا چند تا همکاری کردی و با پرودوسر الان چون میگه هفت هشت تا کار ولی را دست ترین آرتیستی که باش کار کردی کی بوده حالا چه پرودوسر چه رپر این رپر که کار نکردم فعلا دستشو داری آره ولی نمیگم ولی آره پرودوسر چی پرودوسر فعلا با سه نفر کار کردم با دیفام قرار کار کنم آره هر ستاشون واقعا خوبن آقا این حالا... فکتر رو میخواستم میونه کلامت بذارم تو آزمشگاه پردوسرا و سپر ولی تگ سپر رو امین ساخته آره خیلی باحاله یکی بکنم یک گفتگی با هم داشتیم گفتی و خودش گفت یه پلاسی چیزی بود آره 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 تگ سپر رو خیلی باحاله <تصح> خیلی باحاله اصلا <تصح> 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 خیلی شانسی هم در اومد <تصح> خودی همون کامل سفر رو رفته خیلی قویه خیلی خوبه خودش میگفتی با سه تا پرودوسر فعلا کار کردم وایجی و شاهین و فرنا سه تاشون هم خوبن مونتا یه ببین یه سری ویژگی یه سریشون دارن یه سریشون ندارن میگیریش میگم مثلا شاهین و فرنا بیشتر چی میگن با هات بیلد اپ میکنن میان بالا وایجی یه نظارت کلی میکنه ها ولی بیشتر مثلا توی خود بیت خیلی دست میبره توی ایده و اینا خیلی چیز نیست آره ولی هر ستاشون هم خفن هم, خیلی دوست داشتم که او پس تو باید خیلی الان بری همکاری بکنی تا بعد از آره. آره. با دوست دارم کلا هی با آرتिस्ट آره. با پرودوسرای مختلف کار آره. کنم خیلی هم الان آره پرودوسر جوون و آره خیلی زیاد شده خیلی زیاد آره. شده اصلا فکر کنم از رپرا خیلی الان اصلا دور دور قدیم در هر خونه رو میزدید سه تا رپر را میومد دو تا طرفدار الان سه تا پرودوسر ولی کارا خوبه یعنی میدونی همه دیگه به یه کیفیت آره. چیزی رسیدن قوی می‌زنن خیلی تر و تر ولی یه همی... نواخته آره دیگه به این نکته اینه <تصفح> که اون ایده هست نه مثلا ایده... خودم یه چیز مهم سخت آره. انتخاب میکنه آره. انگار داری مثلا یه بیتو گوش میدی چون اکثر بچا مثلا تو یه تایپ دارن بیت می‌زنن خیلی تایپشون صداها که استفاده آره وی اس و که استفاده همین تو حالا زیاد همکاری کردی از یه کارات باهاش راحت انجام شده رفتی شد. دا. <تصیح> داداشم پایا نه واقعا کار با پایا خیلی سخته آقا پایا های اون بره صحنه قول دادن که صحبت کنیم پایا خیلی با معرفت ازش خیلی هم با پایا داشته باشیم پایا هم خیلی با معرفت هم خیلی مهربونه ولی کار باش سخته واقعا خب سخته پایا ترین نمیدونم شوخی کرده <applause> بچه <applause> <applause> اون باش بودن میدونستن سختمون حساسیته که بالاخره خروجی تر تمیز باشه خفن باشه نه واقعا کار باش خوب پیش میره ولی سخت است آسوتری راحت هاجی فکر نمی کنم خیلی کسی راحت نیست کار باش سختی هم حقیقتا. تا یه لولی باحالا یعنی باعث بهتر شدن میشه جالب ترین کسی که باش کار کرده بودم خشایار بود خشایار اسار بود چون مثلا هر پیشنهادی میداد یا هر چیزی که میخواست تغییر بده واقعا به نفع کار میشد باعث بهتر شدن قضیه میشد مثلا همین بهترین فردی که مثلا حس میکنم باش کار کردم خشیار بود ولی آسون با هیچ کس خیلی آسون نیست همکاری با کسی دوست داشتی همکاری بکنی و تا حالا نشده باشه و بخوای اسمشو بگی شاید نخواد نه یعنی رفته باشیم تو پروژش نشده نه نه اصلا کلا حالا تو الان کار باهم هم فرصتی پیش نمیده که اون اتفاق شکل بگیره آره خیلی و ولی نه اسمی نمیبرم موكی. ولی خیلی آره نه مثلا گفتم شاید قدیمی ترا مثلا کسی آره میکن. قدیمی ترا رو خیلی باز دوست موكی. دارم ولی جدیدن خیلی دوست دارم اسم <تصفح> کسی رو ببرم چی؟ تا... تو چی تو حالا میتونی دیگه همه اسما میتونی واسه گزینه‌ات باشه دیگه تو الان آره با هیچ چیز تالا همکاری نکردم که بیرون بیاد ولی خب فکر کنم سختم است آره که الان بخوای شروع کنی باید نه دوست دارم اصلا گاردی ندارم ولی یه چیزا یاد میگیره ببین آره. تنهایی اتفاقا راحت تره چون اه. علی حالا یه مقدار خیلی با من تفاوت سنی نداره ولی یه مقدار پایین تره الان راحت تر شکل میگیره مثلا هر روز حرف حرف خودش نیست مثلا مره. به اون چیز نرسیده خوب کنه اگه مره. بتونه اینو نگهداره که کلا برای همیشه خوبه ولی اگه مثلا این توش تغییر کنه کلا هر چی جلو تعمیر میشه ارتباط گرفتن و همکاری کردن آره داشتم اینو میگفتم میگم تا الان همکاری نکردم منظورم این نیست که مثلا عمدن نکردم یا دوست ندارم بکنم صرفا تو وقتی که یه کریر رو داری تازه شروع میکنی اول باید یه کاتالوگ تک و درست بس. بکنی ها. تو رو به اسم علیز بشناسن و یعنی خب میشه همون فاز فیت پولیه حالا شاید هم پول ندیه ولی بازم یه جوریه که حالا من خیلی هستن تو همین فضا رفورسی که الانم هم پاپینگن و اینا به اسم یه نفر دیگه شناخته بشن ولی خب جالب نیست دیگه یعنی من نیستم این کارو. به جورش هست تو یوتیوب هم هست مثلا آره آره رفارسی منظورم هم. کلی بود یعنی جای دیگه هم هست فقط خیلی آره. چیز هست آره, آره. اوکی میخوای آره خودت یه کریری بسازی یه آره. کاتالوگ درست کنی بعدش تازه بری آره. سراغ هم کنی. الان فکر هم دیگه هست که چیز خواهم. آره. تو کارهایی که دادی بیرون کاری هم بوده که بیش از حد انتظارت فیدبک ازش گرفته باشی آره همین آخری چطوری سکن، بود سکن چنس. ببین من کلا خودم شخصا مثلا ساید گنگستر اپمو بیشتر دوست دارم تا ساید ایموشنال و اینا بعد ولی خب هم توی اون دوره مودش بود که هم همچین چیزیه همین که واقعی بود یا مثلا م... یعنی حال خودت بود یا یعنی اینکه حال خودم ای بود ولی واقعی, واقعی هم نبود یعنی جفتش آه 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 آه. تو خب اقراق توی آره. شعر یه چیز طبیعیه اون که بکنه آره. دقیقاً آفرین یعنی واقعیت هم را با اقراق بود دیگه بهتر بگم و اینکه انتظارش نشد ولی آره نه اصلاً میگم من خودم اون سایده رو بیشتر دوست دارم فکر نمی‌کردم بعد خوبم در اومد کاره یه هفته‌ای هم جمع شد میگم شاهین خیلی خوب بیلداپ کرد با هم شاتو آره آره شاهین بیشتر شاهین بیشتر همین چی کاری که انتظار نداشتی خودت قبلش مثلا خیلی جواب بگیره این ولی خیلی رازه. جواب گرفته این را درازه این خیلی ترک خوبیه <تصفح> خیلی خفنه خوب واقعا ترک جدا بود و یه روز من حال روحیم خوب نبود گفتم من امروز دوستم مثلا ریلیز کنم سفر بیا بشینیم اینو بیت سویچ کنیم به هم وصلش کنیم بدیم بالا یعنی مثلا تصمیمش تو 7 8 ساعت یه بود. آره. بعد ریکورد کردیم سری دوباره از اول میکس کردیم بیت و بیت خدا ترک خوبی ولی حالا بهترین کاری که خودت به نظر پخش کردی حالا فارغ از اینکه چقدر فیدبک گرفته اون کاری که دلی خیلی باهاش آره. بودی الان که اهمیتی نداشت در حال حاضر رو مخمه واقعا مثلا خودم شاید هفته ای دو سه بار گوش میدم هر وقت فکر میکنیم واقعا بوده میدونی بعد واقعا مثلا بید. تا تهش دیگه حرفای دلم اصلا به کسی فکر نکردم که مثلا بگم اینو مردمم مثلا این شکلی خب ناخداگاه خیلی اون آره براش از زبون مثلا مردم باشه نه واقعا فقط زبون خودم هر همش رو نکشی رو مخمه بکشیم رو دقیقاً یعنی به جای بدیم تایید بلا میذارم چی کار؟ یه حالتیه که داره میگه آره آره میگه رو ما آره. اصلا مهم نیست چی <تصحیح> <تصحیح> اوکی تو چی از بین این هفت هشت کاری که میگه پخش کردم خود دلی با کدو بیشتر حال میشه خیلی باحال میکنم دلی دیگه آره. آره خود دلی. چون خیلی داستان پشتشه برای خودم حداقل قبلا هم یه توضیح دادم راجبش توی اسم نداره آه. آره آه. اصلا من پلنم این نبود که بخوام جدی بیام تو رپ و فیلان و اینا بعد هم همه چی از اون ترک برای من شروع شد بعد شد دیگه آره شد واقعا داستانه خاصی داره آره. اون دوست داری و شروع همه این داستانه شده آره. چه ترک خفنی بعد خیلی مست... جالبه که پیوریتی شد داره که تو داری میگی میشه چون واقعا نشده هنوز و توی اون ترک نه میکس مستر داره نه بیتش مثلا بیت پرودوسر خاصیه بیتش دانلودیه کاور آرتش رو دوست دخترم نقاشی کرده من یکم هم... چی میگن ام... چی میشد نگاتیوش کردم یه ادوایزری زدم زیرش کردمش کاور آرت میگم همه چیز خیلی پیوره ایوان. آره کلا آرتیست پیوریه. الیز به آره حاجی دیروز من توی استدیو دو که بودم داشت همین کار آزمایشگاه رو یه تستی میکرد و زب میکرد واقعاً خب من خیلی از آدمی مختلفی رکورد گرفتم واقعا برام جذاب بود گفتم ایول پشت صحنه به امی گفتم دیشب بهت گفتم چرا خوب مسلطه چقد مثلا انگار مثلا انجام داده قبلا مثلا رپر رسید پیشمون مثلا بعد اینکه کارامون انجام شد رفت خوابید مثلا یکم بگیم بخندیم برای میدونی آره خیلی جدی مصممه بابت کاری که داره انجام ولی واقعا خوابم میمونه یعنی من کلا پوینت مثبت میدونم این یه خورده سیاستی تر دوست دوستت دوست تو هم حساب میشه دوست ببین تو با خیلی دوستی با خیلی رفیق نیستی دوست دوست هم آره دوست من هست ولی رفیقت نیست نه رفیق هم نیست رفیق. تو دایره اعترام هم هست ولی نه ولی دوست میشه دیگه, دیگه. دشمن دشمنه چی؟ اون دوستته؟ نه دشمن دشمن نه میتونه باشه ولی لزوما نه آره. داره نه کاملا بدن هیچ شناختی هیچ چیزی همینطوری <تصفح> آره فقط بله اونه داری. بله اونه آره واقعا علی سوال دوست داری مثلا ده سالیه این برندی که داری میسازی رو به چی بشناسن بگن علیز میگن یادو چی بیفتن اولین چیزی که یادشون چی باشه شاعر خویی باشم کلا خیلی چی میگن دوست دارم در عین اینکه خب ما... بالاخره تو باید مارکتینگ داشته باشی اگه بخوای سروایو کنی توی یه مارکتی ولی دوست دارم که اون ساید آرتیستیکمو فدا نکنم هیچ وقت خیلی باحال دوست دارم, دوست دارم که آر... به ب... ب... عنوان آرتیست شناخته بشم نه به عنوان یکی که مثلا خیلی هم اسمش زیاده ولی رپش هم مثلا اون هنریش آره. خیلی خیلی مهمه خیلی دنبالش هم رفتی تا حالا شعری که میگی مثلا آره. به معنای خود شعر شعر کلاسیک دنبالش آره. آره. هم رفتی آره. قبلا تازه بچگی مثلا البته نه اینه که بگم سفت و سخ آکادمیکا خودم دنبالش میکردم های. گوریز آره. می آره دوران مدرسه آره. و دانشگاه که گذشته خودمون فیلم میدیدم راجع مثلا رپ کردن ورکشاپ شرکت کردم یه بار شعر خیلی جاده راجب رپ رپ چه ورکشاپی راجب رپ قسم آه اوکی <تصفح> چون تأثیر هم نداشون قدید ولی با دیدو داره آخه جدیدن چیست شده چیم. این داستان خوده امین هم یه ورکشاپی راجب چرنویسی و تکس رپ داشتش جدیدن این داستان آره این چیز این شده این ورکشاپی هم, 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 ده... هم که من میگم رفتم مثلا مال دو سال پیشه شد اونقدر دور نیست چیز نشده بود آره ولی دیده رو خب خیلی ندارن دیگه یعنی که آقا فقط بدی معروف شیم جنبه هنری رو الان خیلی از بچه های جدید اینجوری نیست این آره بابا میگم من اصلا ترک اولمون دادم فکر نمی‌کردم مثلا 300 نفر قبل این یه ترک دیگه گوش چی میگن ریلیز کرده بودم اسمش جفاردی بود اونو الان پرایوت کردم رو سان کلاب بعد اون مثلا 300 تا کلا پلی خورده بود و من هر روز میرفتم نگاه میکردم خیلی برام لذت بخش بود فکر نمی کنم این بخواد مثلا یه چیز چرا حالا چیزش کردی؟ پرایوتش کردی؟ به نظرت؟ یه خیلی کوالیتیش پایی بعد داستانه هم نداشت هنوز یعنی اون شکل علیز آره شکلن شکل نگرفته بود به نظر خودم ای همین امین تو چطور؟ راجبه؟ دوست داری به چی بشناسنت؟ بگن تی جی ده سالی اون آیکونی که از تی جی میمونه چیه؟ من که دیگه الان به تی و نمیدونم لین نه خودت به چی دوست داری؟ دوست دارم ببین نمیدونم خیلی به این چیزا فکر نمیکنم ولی مثلا دوست دارم بدونن واقعیم یعنی مثلا خیلی ادا در نمیارم این چیزی مثلا اینک <تصفح> نزدنم هم سر همینه میدونی چی میگم خیلی حال نمیکنم ببخشید البته یه چیز کاملا سلیقه چون اکثر بودم های رپ فارسی دارن واقعا میذارن نه ولی کلا منظورم این قضیه رو دوست دارم روش تاکید دارم که مثلا واقعی بودن آره باید واقعی باشی خودت باشی پس اون شعری که اون حرفی که تیجی میزنه تو ترک از واقعیت خودش حالا هنر یه چیزیه که توش اقراق و داستان اینا باید باشه. اتفاقا اگه ایموشنال نباشه مال من واقعیه 100 صد درصد. ولی ایموشنال اقراق داره مال من. ایم ایموشنال نمیشه اقراق آره. باشه, باشه چون آره. من واقعیت اصلا اون آدم احساسی نیستم که توی مثلا اون ترک دارم نشون میدم و اه. اگه بخوام خودم باشم رو مخمه میشه. ایموشنال <applause> مثلا نمیشه خیلی واقعی باشه. تایپ خفنی اونم خیلی باحاله. آره. ایوان. بعد اون شاعره که گفتم واقعا باید شاعر باشی تا همچین چیزی هم بنویسی رو مخمه میگیری چی میگم اونطور شعری به نظر من از آره امیر که اتفاقا جزو مثلا کسایی که توی اون سایت واقعا به لیریک و آره. شعر و اینا اهمیت زیاد میده اتفاقا نه یه بالانس خیلی خوبیه آره. آه. 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 آه خیل. امید میگفتش بین استریم دقیقا آه. همونجاست آه. خیلی خوبه اونش مین استریم نه بین استریم بین استریم بین استریم کپی رایتش مال سفیر چیز نبود بکنیم استرایک نزنه نه نه چوخی میکنیم حالا از اون طرف احمقانه ترین چیزی که یه نفر میتونه به شناخته بشه چیه یا ایکون احمقانه لیز جواب بده دیگه نه برنامه علیزه احمقانه ترین چیزی که یه نفر به شناخته بشه آره برنامه جفتتونه برنامه هر کسی که صحبت داشته باشه نه شو من بود دنبال بود کلمه مناسب برای اینکه مثلا به اون شخص ببین فصل دو تو این داستان نبود نتونستیم گیرت بیاریم الان موقعیتش دنبال کلمه مناسب بشم احمقانه تا چیزی که فرد بش دعوا نمیدونم خیابونو نه خیابون خوبه که خیابون به هم معنای تراب کردن حاصل کردن خوبه آره خیابونی که در کنار خانواده باشه خوبه خیابون خالی خیلی آره. مثلا چیز جالب آره خیلی آره. آره. مثلا تو این نیست که بخوای بهش بنازی و ای نظر تو چی من موافقم بابا نه قبول نیست سوال چی بود احمقانه ترین چیزی که بهش دعوا و خیابون <تصفيق> <تصفيق> نه خیابون خوبه جدی به نظر من یعنی مفهوم شاله با نه اینی که مثلا تو تو خیابون همونه <کت> خیابون اگه به بابانه... عنوان ببنه... <مح foto's> بس تو فکر کنم سر او ریل بودنه بود که مثلا منظور من این بود بذار اینو درست توضیح بدم که بعدم داستان نشه خیابون نباشه خب تو خیلی چیزا رو تجربه نکردی پس اصلا کلا آدم بی تجربه رو به درد نخوری هستی تو اجتماع نبودی خیابون تا پنجاه درصدش که باید باشه یه چیز یا یه چیز مثلاً, مثلا دیفالته من دارم میگم تا هفتادم را داره بارد. ولی دیگه اینطوری نباشه که مثلا تو دیگه مثلا کف خیابون نمیخوام حالا به یه قشر جامعه مثلا تو این ولی دیگه برای حداقل آرتیست اونقدر اما این که مثلا فلکس کنیم من خیابون خیابون نه جالب نیست واقعا مثلا نمیتونید انقدر به تو خیابون کوشید مثلا دو دو تو, دو 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 همین بایسید. داستان اگه خی... میونه کلامت ببخشید اگه خیابون رو این معلمه در نظر بگیریم به علیس چی یاد داده؟ چه سوالی پرسی <laughs> <laughs> توییت کنین این که اینجا گفتی نمیدونم نمیشه ولی نمازم نه دیگه تو بخوای تقلب کنی یه بار دیگه خیابون به چی یاد داده مهم تنش که وقتی که هیچ کی نیست که کمکت کنه رو تخمای خودت وایسی این وقتی هر کسی عزیزترین آدمای زندگی تم ازت قطع امید کردن بدونی خودتو داری حداقل این اولین چیزیه که من یاد گرفتم به نظر خودم ام. همین دیگه خیلی برام مهم بود چون حالا مثلا همین که تهران هست اون سایدی که هستش بچه ها هستن تقریبا اون دیدگاه و طرز فکرشون شناخته شده است ولی علیز حالا وایجی آشگار هم فکرم هم همون سمت وایجی آشگار جفتشون بوکانن من آره. کرمانشا هم آره. نزدیکیم ولی خب آره, دقیقاً آره اون ساید خیلی دوست داریم آره. مثلا آره. 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 آج... آره. هم, هم بوده. دقیقاً بچه که الان د... دیگه اون سلطه شمال رو تقریبا در تهران هلی. بود رفت شمال برگشت تهران داره. الان داره الان دیگه حتی داره اون داره جهتی هم نیست مثلا قرب شرق استانی شده داره. دقیقا. خیلی بالا دقیقا. اتفاقات دقیقا. یه دوره بود حالا د... پیره مردی صحبت کنیم دوره ای بود <تصفح> 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 چیزی سنگکووازی سنکوازی میرفت شهرهای مختلف آره پیدا میکرد خیلی اون جالب بود که الان به اون داستان رسیده خیلی باید اون بحث قبلی تموم شد ب... آره آره بحث می خواستی بگی آنی آنی نا... از آره آره آره. این جواب نداره از اینم بپرس آره راست آفرین چی بود سال آخر چیز آره. خیابون... <تصفح> همون که خیابون چی بهت یاد به تو یه سری دیگه بگو دیگه <تصفح> <تصفح> سال بعدی رو دوتا میکنی اونی که تو اون برگه هست تو بپرس اون جایی در من بپرسم ولی از زمین مپرس آره واقعا اصلی تا این درس خیابون اینه که تنهایه چون یه جاییه که بی سرپناهی دیگه میدونی کلن خودتی و خودت آره بعد پوششی نداری میدونی تو ماشین مثلا یه داستان آره. ولی تو خیابون همون تنهایی فقط واقعا به آدم یاد میده خیابون این که تهش تنهایی بود تنهایی کلی چیز دیگه به یاد میده آره. آره. من الان دارم فکر میکنم مثلا تصویرام و خیابون واقعا چیزایی یادم میاد که تنها داشتم مثلا فیلم سر میام تنهایی و فقط همین توی رپ فارسی حالا چه پرودوسر چه رپر با چه آدمی آشتو شدی فارغ از کارشو که با شخصیتش خیلی حال کردی گفت چه آدم 12 هفتاد آقا چطور عکس 12 باز نه گفت گفتم علیز چی تازه داری میبینی علیز علیز امروز دومین روزی من دیروز میبینم رفتم کار داشتم 6 ساعت اونجا گیر کرده بودم گیر که البته عشق داشتم میکردم دم بچه‌ها گیر تو بگو با کی البته کمه دیگه ولی بگم با کی شخصیتش حال شخصیت, شخصیت با یکی آدمی آشنا شدی شخصیتش خیلی برات عذاب بوده یه نفر باید بگم از چند نفر سه تای اولش آرتیست هرچ. هرچی چی, یارو رو رپ باعث شده با این این طوری تصور <تصفح> میشه که همه خوبن پنج تا بگو صد تا خوبه دم همگی گرم عاشقتم خب جواب نمیده نه میدم اوکیه اگه میخوای میگم ولی خب ممکنه جا بندازم میگیری چی میگم بگو. مثلا با امین خیلی حال میکنم با اینکه به قول خودش کمم هم دیدم سجاد یه بار دیدم اونم خیلی پسر خوب آره. بعد دیگه مطمئنم باردام با آره باردام با که خیلی اون با که آخه اونو انقدر دیگه رفیقمه دیگه, با دیگه, با دیگه با نگفتم اسمشو ولی خب آردا رو اصلا قبل رفت فارسی میشناسم و اینا شاهین و وایجی و فرنام آره شاهین و وایجی و فرنام هم هست اینا که اکیپ به خودشون ما دانیالی دا <تصفح> آقای اشکان <تصفح> بروفگی آقای دانیال دار آقای آریا نیما و خیلی به من کمک کردن کلا هرکی حال کنی باهاش کنار خودت نگه داری دیگه چیز تو همه اینو خوب رو آره این واقعا مثلا میپن. با تو با از طریق دیبا و فرشا داشتم آره نه شد. خیلی کمک آره. کردم من واقعا کلی آرتست من هم. از طریق دیبا اینا چناختم منم از طریق یکی از فکر می کنم پست شده بودی اصلا تو صفحشون درست میگم نه. یکی از ترکات تو این شو یه دونه اسم نداره داشت تو پست شو توی, توی, توی پی آره آفرین آره. آره. من اونجا آشنا شدم عشق آقا شاتاوت به نیما و فرشاد اتفاقا نیما و فرشاد هم بچه های بودن که ما فصل پیش توی خود پادکست آزمایشگاه تو قسمت همانم. تخصصی میخواستیم راجع به برندینگ صحبت خیلی. کنیم اومدن و خیلی حالا حرفا, حرفا زد بود خیلی حرفا بهشون زده شد که حالا بعدا باید یه چیزی دوباره داشته باشیم با هم اوکی بچه ها حالا یه سوال دیگه میریم توفانه این اینو تکی بپرس از امین بپرس بعد من یه سوال دیگه از <تصفح> 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 تقلب نکنن ارو بری توی جنگلی زندگی بکنی و تا ابد بخوای بمونی اونجا چی کار میکنی؟ چی با خود میبری؟ سه تا چیزو ببین سپر دیفو خب وید خب پیپر دیگه نه وید و پیپر رو با هم آره اون عدواتش یه حساب میشه یه چیز دیگه واقعا سپر و وید و مکبوک هم بتونیم ببینیم نیکم خب علی تبا رو نمیبری راست میگه علی تبا از, از, از مکبوک باشی علی علی تبا رو با هم بیگه میدونی آخه چه شکلی من مثلا الان سه روز علی رو نهیدم مثلا بلا پاک شده حضور ذهنیم نیست <تصفح> واقعا و علی رو توی یه پکش حساب کنی ویدو پیپر اینا توی یه پکش مکبوک آره واقعا تیم با مثلا منظورمه از علیز نپرسیم اینو؟ نه خب بپرس خیلی زوده بره آخه تازه بپرس. اومده تازه شروع اوکی. میکنه من نمیخوام برم, برم, برم. آه همون نرو کجا بری وایس تازه تو <تصفح> کار <قر> میکنی <تصفح> ادامه نمیخن. بده ماشاءالله خب چرا سوال خودتو بپرس ازش آره اگه بخوای یه سلبریتی فارسی رو به عنوان <تصفح> پت تو خونه داشته باشی کیو انتخاب میکنی پت بعد باش میتونم چیکار کنم میتونه خوب باشه میتونه <تصفح> خوب باشه اصلا <تصفح> حال میکنی با پت کار میخوای بکنی ناموس من خاصی نمیتونم بکنی هست تو خودتون هست باش حال باشه تو خودت حال میکنه آره واقعا بخوام حال کنم نمیدونم

آقا اوکی دمتون گرم دمتون گرم اومدید دمتون گرم علی رو دنبال دمتون. کنید امین رو دنبال بله. کنید پلتفرم فورما هم بله. که اگه لایک کردی کامنت بذار اگه ندیدی برو ببین امین هم همینطور ام فصل هم میتونی ببینی فست دو امین هم میتونی ببینید و اینکه لباسای منو سهند از طرف داکویرز به امین و علی هم پریمیوم باکس سه ماهه هر چیزی بخواید و بهتون میده حالا هر اکانت سموهل اره اره از فون باکس سوپاپ دیا مو سموهل هر چی خواستید به بچه‌ها که کامنت می‌ذارن 5 تا لایک مالیده جان دارن جدی هر اکانتی بخوای اکان اره هر چی اسپاتیفای اپل میوزیک چیزای دیگه بله, بله آره؟ ولی به بچه‌ای که کامنت می‌ذارن فقط اسپاتیفای چیز دیگه نیست و دمتون گرم دیدید لایک و و اینا هم که خسته شدم انقدر گفتم دمتون گرم که اومدید اسمی دادم چرا مرسی که دعوت کردین قوی ادامه بدید دمتون گرم